از هر 8 نفر در دنیا یک نفر به علت آلودگی هوا جان خودش را از دست میده. ارتباط آلودگی هوا با بیماری‌های مثل سکته مغزی، بیماری‌های قلبی و عروقی و همینطور بیماری‌های ریوی مثل سرطان ریه برای همه ما ثابت شده است. سال‌هاست که زنگ خطر برای کشور افغانستان و ایران به صدا در آمده. و همچنین ساکنین شهر تهران در نیمه اول امسال فقط 6 روز هوای پاک داشتند. تازه تهران آلوده‌ترین شهر ایران نیست. چطور میتونیم میزان هوای آلوده رو که وارد ریه ها میشه اندازه‌گیری کنیم و چطور میتونیم اون رو کم کنیم؟ نازنین معتمدی به دنبال جواب رفته. تا به حال به اگزوز اتومبیل ها دقت کردین؟ پر از آلاینده های ذرات معلق یا PM. اونقدر ریزن که نه با چشم دیده میشن، نه موهای ریز بینی میتونه جلوی ورودشون به دستگاه تنفسی رو بگیره. بنابراین وارد ریه هامون میشن. محققان دانشگاه کینگز کالج به ما کمک کردن تا ببینیم هر کدوم از ما در روز چقدر از این آلاینده ها وارد ریه‌مون میکنیم. خانواده ایرلندی اسپلمن که سالهاست کنار یکی از شلوغ‌ترین اتوبان‌های لندن زندگی می‌کنن، قبول کردن که آزمایش رو روی اونو انجام بدیم. فرگل، کارگردان تلویزیون خودمون، همراه همسرش آدریان و سه پسرش، فیان، کین و آشین. به هر کدومشون یک دستگاه سنجشگر آلودگی هوا دادیم. لوله باریکی که نزدیک سرشون قرار میگیره همون هوایی رو جذب میکنه که فرد در طول روز تنفس میکنه و لیزر داخل دستگاه مشخص میکنه که اون هوا چقدر ذرات معلق توشه. یک دستگاه موقعیت یاب یا GPS هم بهشون وصله که نشون میده هر کدوم کجاها در معرض آلودگی هوا هستن. هر کدومشون میرن که به کار روزانهشون برسن. آدریان با دوچرخه میره سر کار، فیان با قطار میره مدرسه، کین سوار اتوبوس میشه، آشین با راحت ترین وسیله نقلیه جابجا میشه و فرگل با مترو میاد به ساختمون BBC در یکی از آلوده ترین جاهای مرکز لندن. تا خانواده اسپلمن میرن به کار روزانشون برسن، بریم ببینیم که اصلا تو آلودگی هوا چه چیزی وجود داره که اینقدر خطرناکه. فرض کنید این یه متر مکعب از هوای تهران در یه روز آلوده است. بیشترش نیتروژن و اکسیژنه، اما آلاینده هم داره. برای اینکه نشون بدیم تو این حجم هوای تهران چقدر آلاینده وجود داره، از این توپای رنگی استفاده میکنیم. یکی از آلاینده ها گاز سمی مونوکسید کربونه که تو 1,000,000 ذره هوای آلوده تهران 90 ذره وجود داره. یعنی برای این حجم هوای تهران میشه اینقدر. آلاینده بعدی گاز اوزونه. اون بالا خیلی هم مفیده، جلوی اشعه های مضر ماورای بنفش خورشید رو میگیره. اما این پایین هم حساسیت زاست هم آلاینده است. غلظت آلاینده اوزون توی 1,000,000 ذره هوا 40 ذره است. گاز دیوکسید گوگرد که اطراف نیروگاه ها و مجتمع های صنعتی زیاده، 33 ذره در 1,000,000 ذره هوا. یکی از آلاینده های دیگه که خیلی از محققا در موردش ابراز نگرانی کردن گاز دیوکسید نیتروژنه که از اگزوز ماشینا میاد بیرون. توی 1,000,000 ذره هوا 170 ذره از این گاز وجود داره. و دست آخر ذرات معلق که موضوع این گزارشه. به همه اینها اضافه کنید ریزگردها، ذرات سرب و آزبست موجود در هوای تهران رو. حالا اگر یه نگاه کلی به این حجم هوای نمونه تهران بندازید، میبینید که خیلی هم مقدار آلاینده هاش زیاد نیست. ولی یادتون باشه که هر روز ما 14 برابر این حجم رو وارد ریه هامون میکنیم. یعنی 14,000 لیتر هوا تنفس میکنیم. این رقم رو ضرب در 7 کنید بشه 1 هفته. برای 1 ماه، برای 1 سال و برای 1 عمر این هوا رو بخواید تنفس کنید. اما خبر خوب اینه که میشه میزان آلودگی که وارد ریه‌مون میشه رو کم کرد. برگردیم به آزمایشمون. در پایان روز سنجشگرهای آلودگی رو به دکتر بن برت از دانشگاه کینگز کالج لندن دادیم تا داده‌ها رو برامون تحلیل کنه و بگه کدومی که از اعضای خانواده اسپلمن بیشتر در معرض آلودگی هوا بودن. اصولاً این دستگاه چه آلاینده‌ای رو اندازه می‌گیره؟
این دستگاه کربن سیاه یا دوده را اندازه میگیره. یکی از ذرات معلق که معیار خوبی برای آلودگی ناشی از خودروها به خصوص مدل دیزلیه. میتونید بگید کی بیشتر از همه در معرض آلودگی بوده؟ بله که میتونم. کسی که بیشتر در تردد، بیشتر در معرض آلودگی هم قرار داره، مخصوصا با ماشین که در این مورد یعنی فرگل. فکر کنم بهتره همه این وجه همشیم که بتونیم نمودار رو ببینیم. فرگل بیشتر از همه در معرض آلودگی بود. در طول روز چند بار تردد داشت. صبح سوار قطار شد و بعد این جهش بزرگ آلودگی شدید که مربوط به متروی لندنه. این دو گراف مال وقتیه که فرگل سوار تاکسی بوده. همیشه در اتومبیل تماس شدید و طولانی با آلاینده ها رو میبینیم. وقتی داخل ساختمون بود آلودگی خیلی کمتر بوده. این نقاط قرمز تردد با تاکسی رو نشون میده و زردها قطار و مترو رو. غلظت آلودگی در نقاط قرمز خیلی بیشتر از نقاط زرد هستن. چیکار میتونست بکنه که میزان آلودگیشو کمتر کنه؟ اگر فرگل اینجا به جای ماشین سوار قطار شده بود، 3 یا 4 برابر کمتر در معرض آلاینده ها قرار میگرفت. به طور کلی در همه جای دنیا در پیاده روی و دوچرخه سواری کمترین تماس با آلاینده ها دیده میشه. بعد از اون وسایل حمل و نقل عمومیه و بدتر از همه خودروی شخصیه که بالاترین میزان تماس با آلاینده ها رو ایجاد میکنه. اما کسایی که مجبورن با ماشین رفت و آمد کنن بالاخره باید چیکار کنن؟ میتونن در ساعت‌های شلوغ از رفتن به جاهای پرترافیک دوری کنن. میتونن هواکش‌ها و پنجره‌های خودرو رو در این محل‌ها ببندن تا هوای آلوده بیرون کمتر به داخل ماشین بیاد. کی از همه کمتر تو معرض آلودگی بود؟ آدریان. اول به این مقیاس دقت کنید. برای آدریان این تا 16 بالا میره، در حالی که برای فرگل این عدد به 100 میرسه، یعنی خیلی خیلی بیشتر. آدریان از همه کمتر در معرض آلودگی بود. 2 بار در طول روز تردد کرده. صبح با دوچرخه رفته سر کار. این میزان آلودگی سر کارشه. عصر دوباره با دوچرخه برگشته خونه. میبینید که میزان آلودگی موقع برگشت به خونه 2 برابر بیشتر از صبح بوده. وضعیت آشین چطور بود؟ آشین در طول روز کلی این بر اون بر رفته. اندازه نمودارهای آلودگی خیلی کوتاهن، اما متاسفانه یه دفعه در 1 دقیقه تا 200 میکروگرم آلودگی تنفس کرده که فکر کنم در این لحظه کنار یه فرد سیگاری را میرفته. کین چطور؟ کین صبح سوار 2 تا اتوبوس شد. میزان آلودگی داخل اتوبوس بیشتر از وقتیه که توی ایستگاه منتظر اتوبوسی. چون آلاینده ها داخل اتوبوس میمونن و بیرون نمیرن و توی ترافیک دود اگزوز بقیه ماشین ها هم میاد داخل اتوبوس. این نمودارها برای فرد سیگاری چطوریه؟ خب سیگار مثل یک لوله اگزوزه که درست جلوی دهنتون هست و آلودگی که سیگار وارد ریه‌تون میکنه چندین و چند برابر حالت عادیه. ما یه بار یه سنجشگر رو به یه فرد سیگاری وصل کردیم. شاید باورتون نشه ولی انقدر سطح آلودگی بالا رفت که دستگاه از کار افتاد. پس خانواده اسپلمن برای زندگی باید برن خارج شهر؟ بیرون شهر مقدار دوده صفر نمیشه، اما خیلی به صفر نزدیک میشه چون ترافیکی وجود نداره. پس ما باید ترددمون رو متوقف کنیم و بیام خارج شهر زندگی کنیم. بازنشسته شیم همین کارو بکنیم.